بینندگان گرامی، برای مروری بر روزنامه حکومتی امروز همراه میشیم با همکارم مسعود. مسعود سلام به تو، بفرمایید، خواهش می‌کنم. امید سلام به تو، سلام به بینندگان عزیز و درود به قیام آفرینان قهرمان. صفحات اول روزنامه حکومتی امروز دوشنبه 27 فروردین رو میشه گفت که آینه ای از بحران‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و همینطور جنگ و دعواهای درونی رژیم. آفتابی است. علی صوفی: ظاهراً حسن روحانی در مورد فیلتر تلگرام کوتاه آمده است. ابرار: تحفظ لبنان و عراق به بند ضد ایرانی نشست مقدماتی سران عرب. ابرار: یک نماینده: طولانی بودن فرایند رسیدگی به تخلفات دولت قبل مایه تداوم فساد است. ابرار اقتصادی: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: کسی که نمیتواند بانک مرکزی را اداره کند باید کنار برود. رسالت: نوری همدانی: مسلمین با وحدت توطئه جدید استکبار را خنثی کنند. اما کیهان خامنه‌ای: دنیای فردا دنیای موشک هاست، نه گفتمان ها. وطن امروز لاریجانی: سعودی ها با تقدیم اموال ملت خود به آمریکا آنان را ترغیب به بمباران سوریه کردند. اجلاس زهران اعتباری ندارد. ولایتی: اجلاس سران اتحادیه عرب به لحاظ سیاسی و بین المللی بی اعتبار است. اینو کسی میگه که منزوی ترین و بی اعتبار ترین کشور در منطقه. بله، توی منطقه است. اما روزنامه های باند آخوند روحانی در مورد موضوع مخفی شدن قاضی جنایتکار سعید مرتضوی و نبودن به اصطلاح اراده‌ای برای مجازات اون و همینطور راجع به موضوع تخلفات نفرات احمدی نژاد به باند رقیب حمله کرد. آرمان: سرنوشت اسرار مرتضوی فراری، وزرای دادگستری و کشور به مجلس فراخوانده می شوند. اعتماد: جزئیات تازه درباره مرتضوی تحت تعقیب، وکیل خانواده روح الامینی: از مرتضوی انتظاری غیر از این نداشتیم. قانون: طی روزهای گذشته مردم با انتشار تصاویر مرتضوی در سطح شهر در پی یافتن وی بودند. کائنات: مردی با 9 محافظ بیخبر. ابتکار: سفارایی در بهارستان علیه تخلفات احمدی نژادی ها. ابرار: یک نماینده: طولانی بودن فرایند رسیدگی به تخلفات دولت قبل مایه تداوم فساد است. اعتماد: تخلفات نفتی 37,000 میلیارد تومانی دولت احمدی نژاد. صدای اصلاحات: دستگیرش کنید. پیام نمایندگان مجلس به قوه قضاییه در مورد پرونده محمود احمدی نژاد. روزنامه‌های باند روحانی با علم کردن پرونده مرتضوی به قضایی آخوندی حمله کردن و نسبت به پیامدهای اجتماعی بی‌عدالتی هشدار دادن. ایران: محمد جواد ابتهی عضو جبهه پایداری مجلس: ما یک بار دو جوان که 70,000 تومان را زورگیری کردند ظرف 2-3 هفته میگیریم، محاکمه میکنیم، حکم میدهیم و اعدام میکنیم. بعد آن طرف پرونده سعید مرتضوی که انواع و اقسام اتهامات را از مسائل کهریزک گرفته تا تخلفات بزرگ تامین اجتماعی در آن دیده میشود چندین سال معطل میماند. در شرایطی که ما اعتراضات دی ماه گذشته را تجربه کردیم و می‌دانیم هنوز نارضایتی‌های قابل توجهی در میان گروه‌های مختلف مردم وجود دارد، نباید بیاییم و این گونه احساس ناعدالتی و تبعیض را در کشور بیشتر کنیم. جمهوری اسلامی: حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور: مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود، نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سرب مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند. در روزنامه‌های باند روحانی فساد مالی و پیوند مهرهای دولت احمدی نژاد
به مقامات فعلی رژیم موضوع جنگ باندی. آرمان احمدی نژاد 8 سال هر کاری که خواست با اقتصاد، فرهنگ و سیاست و روابط خارجه ایران کرد. با این همه امروز برخی مسئولان مربوطه نسبت به عملکرد و تخلفات او سکوت پیشه کردند. امید می‌رود که با روشن شدن برخی از مسائل با تخلفات رئیس دولت‌های نهم و دهم و وزرایی که خطا کردند برخورد شود. زیرا بابک زنجانی به تنهایی نمی‌تواند میلیاردها دلار پول نفت کشور را به جیب بزند. قطعاً پای افراد دیگری نیز در این فساد میلیاردی در میان بوده است. به همین دلیل جامعه با دیدن این مسائل احساس تبعیض می‌کند و اعتماد خود را از دست می‌دهد. البته هیچ کدوم از مردم ایران به این رژیم هیچ اعتمادی ندارد. بله. ابتکار نادر قاضی‌پور در واکنش به ارائه گزارش تخلفات نفتی در نیروی انتظامی دولت نهم و دهم گفت مقدمه این تخلفات از زمانی شروع شد که احمدی نژاد نفت کشور را به اشخاصی مثل بابک زنجانی داد. او خطاب به علی لاریجانی گفت خواهشمند است گزارش بفرمایید تکلیف این افراد را نیز مشخص کنند. اسامی کسانی که با حاله نور بودند در این پرونده نیامده است. گزارشات تخلفات رئیس جمهوری وقت هم به سهم میآید و در این مجلس به آن رسیدگی شود. در روزنامه کیهان ارگان ولی فقیه ارتجاء خامنه‌ای حمله به باند روحانی در مورد برجام و همینطور به بهانه حمله آمریکا به روسیه موضوع اصلی است. کیهان اگر بپذیریم که هدف اصلی آمریکا و نوچه‌هایش از تجاوز آشکار به سوریه خط و نشان کشیدن برای ایران و متحدانش بوده و این امر بدیهی را هم بپذیریم که اصل قانون جنگل است و کشورهای زورگو به قوانینی که خود تدوین کردند هم عمل نمی کنند، آیا صحبت کردن از برجام دو و مذاکره بر سر توانایی های نظامی و موشکیمان از قضا با همین سه کشور عقلانی است؟ خب دوستان عزیز، این بود مرور امروز ما به روزنامه‌های حکومتی با تشکر از توجه شما. با تشکر از شما. خیلی متشکرم مسعود از گزارشت.